سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم با یه آموزش دیگه. در ادامه ویدیوهای قبلی که در مورد لیر استایلز بود، امروز هم میخوایم یه پروژه آموزشی رو جلو ببریم و با استایل‌های مختلفی که به این اشکال میدیم این پروژه رو قیافش رو خیلی دگرگون کنیم. البته که پروژه آموزشی خیلی شاید در نهایت هم به لحاظ بصری چیز جالبی نشه، ولی به بهانه‌اش میتونیم چیزهای مختلفی رو به شما یاد بدیم. قبل از اینکه وارد خود لیر استایلز بشیم، دوست دارم که چند تا پترن خوب اضافه کنم به لیست پترن ها، چون در آینده خواهیم دید به زودی من میخوام پترن هایی رو، بافت هایی رو به اینها اضافه کنم، اما قبلش لازمه که این پترن ها رو معرفی کرده باشم به فتوشاپ. توی پنل پترنز میام روی این منو کلیک میکنم، لجسی پترنز اند مور رو کلیک میکنم، یه پوشه اضافه میشه که حاوی پترن های مختلفی هست. فعلا اینجا کاری باهاش ندارم. میام توی پنل لیرز هم خب دو تا گروه هست، یکی این اشکالی که بالاست و یکی این پایینی ها. فعلا بالایی ها میخوام یک استایل یکسان بدم. انتخابش میکنم و دبل کلیک میکنم تا پنجره باز بشه. اینجا چیزی داریم ما به نام Pattern Overlay که شما میتونید انتخابش کنید و بافتی رو اعمال کنید روی پترنتون. خب اون پترن ها رو من برای اینجا اضافه کردم، چرا که الان میتونم برم پیدا کنم و پترن مد نظرم رو که قبلا با آزمون و خطا مثلا به دستش آوردم رو انتخاب کنم و اعمالش کنم. خب توی پوشه Artist Surfaces این یکی مونده باخری رو انتخاب کردم. البته که اسکیلش هم میخوام بیشتر کنم، یعنی میخوام بیشتر درشت‌تر به کار گرفته بشه. اوپاسیتیش رو هم میذارم روی 100%. بسیار خوب، شما میبینید که روی این اشکال بالای صفحه این پترن اعمال شد. کار دیگه که میخوام بکنم اینه که یک رنگی هم اضافه کنم. پس با Pattern Overlay من تونستم یک بافتی رو بندازم روی شکلم. با Gradient Overlay یه طیفی رو میتونید بندازین که امروز الان اینجا به کارم نمیاد. با Color Overlay شما میتونید یک رنگی رو اعمال کنید. فقط نکتهش اینجاست که الان که من اینو اعمال کردم، خب این مشکی رو انداخت این رو و بافت منو از بین برد. حتی اگر رنگ رو هم من تغییر بدم فایده ای نداره. چرا؟ چون بلند مود روی نرماله و رنگ 100% اعمال میشه. بلند مود اگر من بذارم روی کالر، این فقط رنگ رو عوض میکنه، کاری با روشنی و تاریکی نداره و در نتیجه بافت من دیده خواهد شد. بسیار خوب، فکر میکنم مثلا این رنگ مناسب هست. اوکی رو میزنم. نوبت میرسه به اشکال پایین صفحه تا اعمال کنم استایل های مد نظرم. خب فرض کنید که از این لیر استایل اشکال بالا این پترنش رو من میخوام. حالا که مجددا تو زحمت نیفتم، با نگه داشتن دکمه آلت فقط این پترن اوورلی رو ورم دارم میندازم این رو و این پترن اعمال میشه روی تمام محتویات این پوشه. و دبل کلیک میکنم روی افکت تا بتونم تنظیمات بیشتری رو داشته باشم. خب کاری که الان میخوام بکنم اینه که یک گرادینت اوورلی بدم و یه طیف رنگی رو اعمال کنم. این رنگا رو از قبل من تنظیم کردم، یعنی یک سبز پررنگیه که به یک زرد لیمویی مانندی میرسه و طیفش اینجوریه. بلند مود گذاشتم روی مولتیپلای و شما میتونید حالت لاینیه رو تغییر بدید. الان خطی از اون زرده داره به سبز گرایش پیدا میکنه و این خطیش رو میتونید اینجا ببینید توی پریویو سمت راست که چه اتفاقی افتاده. چون این اشکال من نسبتا پایین صفحه هستند، خیلی اون زردا توش دیده نمیشه. فرض کنید میخوام به صورت شعاعی این گرادیانت رو اعمال کنم، البته با رنگ‌های جابجا، یعنی زرده مرکزم باشه و به مرور سبز بشه. برای همین ریورس رو میزنم. دقت کنید که میتونید با درک کردن این مرکز رنگتون رو، مکانش رو تغییر بدید و توجه داشته باشید که چه اتفاقی افتاده اینجا. فتوشاپ داره با تمام این شکل‌های جلبک مانند به صورت یک لایه انگار برخورد میکنه. دلیلش هم اینه که ما این لیر استایل رو به گروه اعمال کردیم و نه رو تک تک لایه‌ها. برای همین این طیفی که مثلا از شکل وسط شروع شده ادامهش میرسه به این جلدبک‌های کناری و چون دورن تاریک‌تر. بسیار خوب، اینو میذارم اینجا بمونه. میخوام استروک هم بهش بدم. خب میام روی استروک هم کلیک میکنم. فرض کنید نمیخوام رنگ باشه، میخوام یه گرادیانت باشه خودش که مثلا از مشکی میرسه به یک سبز روشن‌تر. اینجا رنگ رو تعیین میکنم، مثلا این همیشه طیف من اوکی رو میزنم. سایزش خوب زیاده، همون در حد 5 پیکسل برام کافیه. پوزیشن رو به جای اوتساید میذارم اینساید که داخل شکلم رو پوشش بده. خب کار دیگه که میتونم بکنم یک سایه داخلی اینر شادو که میخوام اعمال کنم به لایم، میتونم رنگ رو تغییر بدم، سایز رو میشه تعیین کرد، فاصله همینطور. اینجا هم میتونید با درک کردن مکانش رو تغییر بدید. برای اینکه متوجه تغییرش بشین من این تیکش رو خاموش میکنم و شما ببینید که چه تغییری ایجاد میکنه. کار دیگه هم میشه کرد، مثلا میشه اوتر گلو داد بهش، یعنی که درخشان بشه مثلا دورش و انگار نوری داره از خودش ساطع میکنه که اینجا به کارم نمیاد و دوستش ندارم، خاموشش میکنم. همچنین میشه bevel and emboss داد بهش برای اینکه یه حالت برآمده و سه‌بعدی بهش بدیم. البته این تنظیمات رو من از قبل برای یک پروژه دیگه ای داشتم. اگه بزنم به حالت دیفالت شما میتونید تعیین کنید که این حالت بعدش، عمقش به چه صورت باشه. فعلا کاری بهاش ندارم. بسیار خوب، فرض میکنیم این استایل مد نظرم شد. اوکی رو میزنم و شما میبینید که افکت ها اعمال شده اینجا. اما فرض کنید که الان به این نتیجه رسیدم اینکه من این استایل رو روی گروه اعمال کردم و مخصوصا در مورد این گرادیانت هم که از اینجا شروع شده و انتهای طیفم به این شکل های کناری رسیده، فرض کنید انتها به اشتباهی بود و من دوست دارم تک تک لایه هم این افکت روش اعمال بشه. برای همین میام این گروه رایت کلیک میکنم روش، کپی میکنم لیر استایل رو و کلیر میکنم بعدش که این استایل از بین بره. در عوض تک تک این لایه ها رو انتخاب میکنم، رایت کلیک میکنم روشون و اون لیر استایلی که قبلا رو گروه بوده رو تک تک اینها اعمال میکنم. الان میتونید ببینید که چقدر متفاوت شد نتیجه به نسبت حالت قبلی و اون استایل ها رو تک تک لایه ها به صورت جداگانه و مستقل داره اعمال میشه. حالا فرض کنید تغییر دیگه ای میخوام اعمال کنم و این حالت شعاعی گرادیانت رو دوست ندارم. اول با یک کدوم از این جلبک ها شروع میکنم، روی گرادیانت لیرش دبل کلیک میکنم و از حالت شعاعی تغییرش میدم به حالت خطی میزنم و این ریورسش هم برمیدارم تا از پایین سبز به زرد اعمال بشه. اوکی میکنم. خب کاری که الان میتونم بکنم اینه که دوباره اینجا کپی لیر استایل کنم، بقیه لایه هام رو هم انتخاب کنم و پیست لیر استایل رو بزنم تا این تغییرشو اعمال بشه. بسیار خوب، در آخر این قسمت از آموزش در حالی که این لایه ها انتخاب شده میتونم این نوار کشویی در واقع که افکت هامون نشون میده رو با زدن فلشش ببندم همشو تا ظاهر جمع و جورتری داشته باشم و میتونم بیام تو این قسمت منو و پنل آپشنز این تیک رو بردارم. با برداشتن این تیک دیگه فتوشاپ نمیاد هر بار که شما افکت جدیدی اضافه میکنین به صورت باز شده نشونش بده و اگر این تیک رو بردارین به صورت دیفالت به صورت بسته نشون میده. حالا که تا اینجا اومدیم بد نیستش که این دو مورد هم معرفی کنم. تامنیل سایز مال سایز این شکل لایه هستش که تو پنل لیرز شما میبینید. میتونه متوسط یا کوچک هم باشه یا اصلا دیده نشه. من ترجیح هم اینه که بزرگ باشه و تو کادر دوم شما تعیین میکنید که در این قاب مربوط به لیر فقط محتوای همون لایه نشون داده بشه یا نه کل پروژه رو نشون بده که لیر شما محتواش قسمتی از کله. نگاه کنید الان چون من این تیک رو گذاشتم رو لیر باندز یعنی مرزهای این رو منطبق کرده با مرزهای لایه من و محتویاتش. فرض کنید بذارم اینتایر داکیومنت یعنی هر چیزی که تو پروژه هست و اوکی رو بزنم. خب این تغییر میکنه شکل نمایشش. مثلا بزرگترینش که احتمالا شما راحت میتونید ببینید مربوط به همین جلبک بزرگی این وسط میشه که شما میتونید ببینیدش. این یکی مربوط به سمت چپیش میشه احتمالا و این بالا هم شما اشکال بالای صفحه رو دارید. ترجیح من با سلیقه یک مقدارش اینه که بتونم خود لایه رو ببینم، برای همین میگم که محدود بشه به مرزهای خود لایه. این هم آخرین نکاتی بود که توی این فیلم بهش پرداختیم. با لیر استایلز میشه کارهای مختلفی کرد بسته به پروژهتون. ما همش رو دیگه ریز نشدیم، کاملا میتونید باهاش سر و کله بزنید و نکات بیشتری رو ازش دریافت کنید. وقتتون بخیر. اگر فکر میکنید که ویدیوهای ما به درد شما میخوره حتما ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.